بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب دو تا سوالی که به حساب بود، یکی مسئله به حساب مونگو کاپی و دستریک در قسمت بالا داشتیم. خب دستریک در قسمت بالا داریم، یک قسمت از این دستور کلا گفتیم دستورایی که در قسمت بالا دستورای کمکی است که به خاطر کمک کردن به تقسیمات بر شما چی میکنه؟ کمک میکنه. که باز گفتیم هر کدومش در جایش که رسیدیم سرش چی میکنیم مفصل صحبت میکنیم. خب یکی از دستورایی که روز گذشته به حساب کار کردیم دستور چی بود؟ کاپی بود. یک دستوندی از این دستورات مثل دستور موف، کاپی، روتیت و دیگر دستورات مثل اره، دستور مرور، ریسایز، پن، کرید سیمولر، اینا به حساب دستورایی است که تا زمانی که شما آبجکت مورد نظر تا را سلیکت نکنین این دستورا بر شما فعال نمیشه. یعنی به شکل چی است؟ به شکل غیر فعال است. حال میبینیم به شکل غیر فعال است. اگر ما بخوایم یک آبجکت کاپی کنم، اگر سر کاپی هر چقدر به حساب کلیک کنم یا سر موف هر چقدر کلیک کنم دستورش فعال نمیشه. چرا؟ چون غیر فعال است. چی باید فعال میشه؟ اما عنصر را که میخواید سرش یک عملیه را انجام بدیم. کدام عملیه؟ مثلا عملیه مثل موو، عملیه مثل کاپی، عملیه مثل روتیت یا هر عملیه دیگر که میخواید دسترش انجام بدیم، اول باید اون عنصر را چی کنید؟ سلیکت کنید. من میم دیگه چی را سلیکت میکنم؟ مثلا این کلیکین. کلیکین را سلیکت کردم، اینال در اینجا دستور را برمه چی میشه؟ فعال میشه. میبینید کلش فعال شد. هر کدومش خواسته باشم چی میکنم؟ انتخاب میکنم. به طور مثال کاپی. کاپی را انتخاب میکنم، یک نقطه و نقطه دیگه برش چی میگم؟ کاپی. اینی به حساب عملی چی بود؟ کاپی. عملی موو آن بین ترتیب. اینال بعض وقتا در وقت کاپی کردن یا موو کردن بعضی از عناصر دقت باید داشته باشیم که بعضی از عناصر ما بر شما گفتیم که متکی به یک عنصر دیگه است، مثل دروازه و کلکین. متکی به چی است؟ و دیوار. تا زمانی که به حساب دیوار داشته باشی کاپی صورت میگیره، اگر دیوار نداشته باشی عملی کاپی یا موو هم صورت نمیگیره. مثل که ما در روز گذشته در ارتفاع آمدیم به حساب چند منزل به حساب دروازه و کلکین کاپی کردیم، در منزل آخر که رسیدیم وقتی که خواستیم کاپی کنیم چون دیوار نداشتیم برام چی داد؟ پیغام خطا یا وارنینگ داد. درست شد؟ ایناله غیر از این مسئله به حساب راستا یا جهت حرکت دروازه و کلکین رو باید در نظر بگیرید. به طور مثال اینی کلکین را اگر من به حساب دلت کنم، اینی کلکین را بخوایم ازش یک دونه کاپی بگیرم، فقط در اینمی راستا اینمی دیوار میتونم ازش چی بگیرم؟ کاپی بگیرم. که دمی راستا به حساب چی؟ دیوار به حساب وجود داره. ما کلکینم دمی راستا میتونم چی بگیرم ازش؟ کاپی بگیرم. اینال بعض وقتا میشه شما ضرورت داری که مثلا از اینی کلکین دروی از این دیوار دیگه کاپی بگیری. درست شد؟ خب دروی از این دیوار مشکل وجود نداره. اینه کاپی رو فعال میکنم، از اینجا به اینجا برش چی بگم؟ کاپی. اینه دستور چی شد؟ کاپی شد. اینال بعض وقتا شما ضرورت پیدا میکنی که به طور مثال از اینی کلکینی که در این دیوار استفاده کردی در دیوارهای دیگه هم به حساب استفاده کنی. مثلا در اینی دیوار استفاده کنی. اینه این کلکینای دیگه رو پاک کردم، وقتی که میخوام از چی کنم؟ استفاده کنم. خب رای حلش به حساب بچی ترتیب است. از طریق دستور کاپی کار صورت نمیگیره. چرا صورت نمیگیره؟ به خاطر که اینی کلکینی که من اینجا دارم در کدام راستا است؟ در اینی راستا به حساب حرکت میکنه. من پسیره نمیتونم به حساب اینجا قرار بدم. چرا؟ چون اگر اینجا قرار بدم غیر از عملی کاپی عملی روتیت هم باید درش چی کنم؟ انجام بدم. یعنی چرخشم باید برش بدم دیگه. درست شد؟ اینا رو چون دو عملیه به صورت همزمان در اینجا انجام نمیشه، پس از دستور کاپی بیخی صرف نظر میکنین دستور دیگه داریم به نام دستور چی؟ کرید سیمولر، که در کجا قرار داره؟ وام در اینمی قسمت. این دستور از این استفاده میکنین. این چی رقم به حساب دستور است؟ زمانی که شما یک عنصر رو میخواین ازش به حساب به تعداد زیاد به حساب استفاده کنین، فرق نداره هر چیزی که باشه، دروازه باشه، کلکین باشه، دیوار باشه، فرنیچر باشه، هر چیزی که به حساب باشه هیچ فرق برش نداره. و طور مثال انمی کلکینه که ما در اینمی جا استفاده کردیم، ما انمی کلکینه میخواییم در اینجا دیوارای دیگه هم به حساب استفاده کنیم. خب یک راه حلش ایست که دوباره برم دستور ویندو رو فعال کنم، انمی کلکینه برم از لایبرری پیدا کنم که کدام کلکین است، درست به حساب برم نام انتخاب کنم، بیم در جایی که میخواییم کلکینه چی کنم؟ نصبش کنم. خب اینا بعض وقتا انمی پیدا کردن به حساب یک دونه کلکین از لایبرری هم کال چی است؟ مشکل است. مثلا فرنیچر بسیار به حساب با این مشکل مواجه میشن. چرا؟ یک فرنیچر خاص، به طور مثال این میز آوردی، این میز نمیفهمی که از کجا به حساب اضافه کردی، مسیر به حساب اضافه کردنش از پیش شما گم شده. در داخل یک فولدر است، اونجا وقتی در لایبرری وارد میشی ده ها دونه فولدر است. در داخل هر فولدر که وارد میشی ده ها تا فولدر دیگه مثلا وجود داره و داخل فولدرها با چی از وسایل است. اینا رو رفتی یک وسیله رو از داخل یک فولدر به حساب انتخاب کردی، آمدی به حساب نصبش کردی، از اونمو به حساب فرنیچر دوباره ضرورت داری، ولی به حساب اونم مسیر از اون پیدا کردن نمیتونی. به طور مثال اینم کلکین برتون مثال میتونم. اینی کلکین ما میخوایم از این کلکین در این قسمت های دیگه استفاده کنم. خب راه حلش اینه که از دستور ویندو ما دوباره استفاده کنم. خب دستور ویندو رو اگه من فعال کنم باید اونم کلکین رو برم لود کنم. حالا خب اون کلکین نیست، ببینید یک کلکین دیگه است، نوعیتش فرق میکنه. کتزی
اینال کلکین ما چی رقم پیدا کنم؟ گفتم رای حلش نمیست که برین در قسمت لود از خود فول در ویندو دوباره اونمو کلکین پیدا کنم. خب در اینجا اینال پیدا کردن این کلکین یکمک چی است؟ مشکل است. چی میکنم؟ از دستور کرید سیمولار استفاده میکنم. نحوه استفادهش با چی ترتیب است؟ میایم به حساب اون کلکین را که میخوای ازش دوباره چی بگیری؟ کپی بگیری. ولی در جهات مختلف. اونمو را انتخاب میکنی، باز از می سر از اینی. فلشکا به حساب کلیک میکنی، این آخرین دستور. دستور چی است؟ کرید سیمولار. اینو به حساب اینجا چی میکنم؟ انتخاب میکنم. بعد از اینکه اینو انتخاب کردم، اینال اونمو دستوره. یکی اونمو دستوره که به حساب اینمی کلکین کردش به حساب ایجاد شده اونمو دستوره فعال میکنه و مرحله بعدی چی رو برام انتخاب میکنه؟ دقیقا اونمو کلکینه که در این قسمت ما ازش چی کردیم؟ استفاده کردیم. اینال در جایی که برم دقیقا اونمو کلکینه من میتونم چی کنم؟ نصب کنم. چی در اینجا باشه؟ چی در این قسمت بالا باشه؟ چی در این قسمت سمت راست باشه؟ مثل عزیز که دوباره دستور چی رو فعال کردیم؟ دستور ویندو رو فعال کردیم. ولی با این تفاوت که کلکینه دیگه انتخاب نکردم. کلکینه چی کردم؟ نسبت به اونمو کلکینه قبلی که در پروژه داشتم نسبت به اونمو آمدم انتخابش کردم. فرنیچرم به این ترتیب است و هر چیز دیگه که داشته باشی. و تا مثال دیوار. ما اینجا به حساب از این دیوار در پروژه خود استفاده کردیم. میخوایم دقیقا از این دیوار در یک جای دیگه به حساب پروژه استفاده کنم. ولی نام از این دیوار به حساب نمیفهم. خود درست از نامش در اینجا نوشته میشه. ولی بعض وقتا یگان عنصر است که به حساب نامش هم به حساب پیدا کردنش یکم چی است؟ مشکل است. خب من ایناله اگر بخوایم از این دیوار دوباره استفاده کنم، اگر بریم دستور والا فعال کنم، خب مطمئنا اون دیوار برام دیگه انتخاب نمیکنه. درست؟ ایناله مجبور هستم نامش یک سو در اینجا ببینم کمی دیوار نامش چی بود. بعد از اینکه دستور والا فعال کردم دوباره بریم از این لیست چی کنم؟ اون دیوار پیدا کنم. خب من نمیشه به حساب وقت ندارم. چی میکنم؟ من میریم دیوار از اینجا انتخاب میکنم، مستقیم میام سر دستور چی؟ کرید سیمولر. اینو که فعال کنم، مستقیم خود دستور والا برام فعال میکنه و اونمو دیواره که در اینجا دارم دقیقاً اونمو دیوار برام چی میشه؟ دولت انتخاب قرار میگیره. صحیح شد؟ پس بر موارد که نمی رقم با مشکلات مواجه میشن، میتونید دستور چی استفاده کنن؟ دستور کرید سیمولر استفاده کنن. نه دیگه، بخاطر چی؟ بخاطر که کرید سیمولر اینمی خاصیتش اینمیست که دقیقاً اونمو عنصر که در یک جای دیگه استفاده کردی عیناً همو عنصر در جای دیگه چی کنی؟ استفاده کنی. مثل عملی کپی وارز. نه دیگه، اگر خرد کنی باز کلش خرد میشه. کمان یوالی را اجرا میکنی. آه اینال اگر من بیبی بخوایم خرد کنم، آمدم که سیمولر اینجا استفاده کردم، این اگر من انتخاب کنم برم در المنت پراپرتیز خونم قانون روز گذشته است دیگه. پنجره اول مخصوص خودش، پنجره دوم مربوط چی؟ تمام اینمی کلکینای که هم نامش است. اگر در نیو ادیت وارد شوم و این ابعادش تغییر بدم، تمام اینمی کلکینا به صورت همزمان چی میکنه؟ تغییر میکنه. بسازم شه 150. وقتی که ایرو اوکی بگویم، ایرو اوکی بگویم، اون ببین تمام کلکینا چی شد؟ خرد شد. درسته؟ دستور کرید سیمولر مثل کپی وارس. که از همون عنصر که داری عیناً از همون به حساب بگیره یک کپی. و این معنی نیست که خردتر یا کلانترش به حساب بگیره. عین اون عنصر رو برای شما پس دوباره چی میگیره؟ یک نمونه دیگه رو برای شما امکانات چه میده که چی کنیم؟ ایجاد کنیم. صحیح شد؟ این دستور. خب یک سوال، سوال دیگه تون چی بود؟ سوال دیگه من دیوارای ارتفاع دیوار. ارتفاع دیوار از کجا تعیین میشه؟ ما روز گذشته برای شما مسئله چی گفتیم؟ پنجره اول که گفتیم موقعیت هر آبجکت چی میکنه؟ تعیین میکنه. خب از اون پنجره اول میتونیم ارتفاع دیوار تا کلش چی کنی؟ تغییر بدی. به طور مثال دین میجه شما آمدین اینجا دیوارا را فکرت نشده وقتی به حساب استفاده کردن بیسش تعیین کردی لول یک، ولی تاپش به حساب تعیین نکردی. تاپش چی شده؟ آن کانکتد و در اینجا قیمت گرفته به اندازه چقدر؟ 8 متر. معمولا نمی رقم بشه. اینا وقتی که برم در تیلیدی این شکل است. خب من میخوام اینال دیوارا چی کنم؟ اصلاح بسازم. به خاطر اصلاح ساختن دیوار انتخابش میکنین میرین در المنت پراپرتیز اینا بیس لول تاپ لول. بیس دیوار و تاپش به حساب تعیین میکنی. بیسش لول یک، تاپش برش تعیین میکنی. هم به اساس قیمت. قیمت 8 متر نه 4 متر 3 متر و هم میتونی به اساس لول. سر از این گزینش کلیک کن. بگو از لول یک تا لول دو. اینا دیوار از لول یک تا لول دو چی شد؟ پایین. درست شد؟ میتونین از مچ تایپ هم استفاده کنین. مچ تایپ چی هست؟ اون مچ پراپرتیز پروگرام اتوکد. در پروگرام اتوکد یک دستورک داریم برای مچ پراپرتیز که یک رنگ میسازن اصلا نه. اینال اینی دیوار ما آمدن به حساب ارتفاعش کم کردن دیگه دیوار هم اینان مسازی میخوایم شود. مچ تایپ فعال میکنم، اینی مچ تایپ است. اینی قسمت بالا این قطر چکار. صحیح شد؟ این فعال میکنم. اول من سر ابو دیوار که به حساب میخوایم دیگه دیوارا شبیه از او شود. اول اون رو سلکت میکنم که نوک قطر چکار ما چی شود؟ سیاه شود. مثل از اینکه رنگ گرفته باشه. اینال سر هر دیوار که به حساب کلیک کنم ارتفاع اونمو دیوار و نویت امو دیوار چی میسازه؟ یکسان میسازه. یکی ارتفاعشه و دیگه چی ده؟ نویتش سر خود دیوار. این درست شد؟ دیوار بعدی. ولی اینجا با دقت کنه اینکه دیوارای داخلی ما چی بود؟ نویتش فرق میکرد. جنریک 200 بود
بیرونی ها چی بود؟ جنریکه؟ 300. اگر در اینجا ما بیم از مشتای باد در دیوارای داخلی هم استفاده کنم، غیر از اینکه ارتفاعش کم میکنه دیگه چی میکنه؟ ابعادش هم تغییر میده. یعنی اگر سر از این کلیک کنم ببینید آنیدین زخامت چون چی شد؟ زیاد شد. پس در اینجا از مشتای باز استفاده نمیکنین وقتی که نوعیت دیوارایتون فرق میکنه. همون راه حل که روز گذشته براتون گفتم، کلش سلکت میکنین یا دانه دانه میتونید از کلید کنترل استفاده کنید تمام دیوارا رو انتخاب کنید، یا کلش سلکت میکنین. از چی استفاده میکنین؟ فیلتر سلکشن. چی رو از حالت انتخاب خارج میکنین؟ دروازه و کلیکین. چی رو میمونه؟ وال. انال والا کلش انتخاب است. میرین المنت پراپرتیز بیسش میگی لول 1، تاپش به جایی که به حساب آن کانکت به ارتفاع 8 متر باشه تا کجا باشه لول 2 و بعد از اون اوکی. یعنی تمام دیوارا رو به صورت همزمان چی کردم؟ ارتفاعشان کم ساختم. درست شد؟ اینی به حساب دو تا سواله که از درس های گذاشته بود. دیگه سوال نبود انشالله. خیر. سوال نیست؟ شما؟ خیر. خب ادامه میدیم. تا کجا خوانده بودیم؟ دستور ویندو رو به حساب خواندیم، نحوه به حساب تغییر دادن ابعاد دروازه و کلیکین هم سرش مفصل چی کردیم صحبت کردیم. الان میریم سراغ دستور جدید. دستور جدیدی که اینجا داریم دستور چی است؟ کامپوننت. دستور کامپوننت به خاطر آوردن اشیا وسایل فرنیچر و هر چیزی که به حساب شما ضرورت داشته باشه که در پروژه اضافه کنی و در لایبرری پروگرام روید موجود باشه. غیر از چی؟ غیر از عمو عناصری که به خاطر اضافه کردنشان یک دستور چی داریم مشخص داریم. مثل چی؟ در لایبرری چی بود؟ قبلا اضافه کردیم. دروازه کلیکین نه؟ در اونجا خود لایبرری وقتی که وارد میشی یک فولدر برای دروازه داشتی، یک فولدر هم برای چی داشتی؟ کلیکین داشتی. غیر از دروازه، غیر از کلیکین و غیر از کالم که برای کالم هم ما دستور مشخص داریم در منوی مدلینگ رسیم با سرش صحبت میکنیم. غیر از اینمی سه فولدر که سه به حساب مواد مختلف به حساب شما یا سه عناصر مختلف در پروژه اضافه میکنین، دیگه هر رقم وسیله که در لایبرری وجود داشته باشه از طریق نمی دستور کامپوننت شما در پروژهتون چی میکنین؟ اضافه میکنین. نحوه کارش هم بسیار آسان. کامپوننت فعال میکنین، مستقیم میری سر گزینه چی؟ لود. سر از این کلیک کنین، انمی فولدرایی که در اینجا میبینین پر از وسایل است. هر کدومش که به حساب کلیک کنین وسایل مختلف در داخلش چی هست وجود دارد. وسایل بعض از چیزها به عنوان به حساب سمبولای به حساب 2D و اینا استفاده میشه. بعضی هاشون به شکل چی هست؟ به شکل 3D. اکثرا به شکل چی هست؟ به شکل 3D. ببینید کالمای فولدرایی که در اینجا داریم یا پوشایی که در اینجا داریم، یک پوشه کالم داره نه؟ گفتم پوشه کالم غرض نداره، پوشه دور غرض ندارن و پوشه چی غرض نداره؟ ویندو. چرا؟ چون ما به خاطر از اینا دستورای مشخص داریم. ما رقم که از طریق دستور دور نمیتونستم چی اضافه کنم؟ کلکیل یا ویندو رو به حساب اضافه کنم، یا از طریق دستور ویندو نمیتونستم دور رو به حساب اضافه کنم. اینمی رقم از طریق دستور کامپوننت هم شما دستور دروازه کلکین و کالم هم اضافه کرده نمیتونین. غیر از اینمی سه فولدر دیگه هر چی وسیله به حساب وجود داره. مثلا فرنیچر، اینجا فرنیچر رو باز میکنم، این فرنیچرهای مختلف به شکل 3D وجود داره. هر کدومش خواسته باشین در پروژه میتونین چی کنین؟ اضافه کنین. کی در قسمت مارکتینگ باز بسیار زیاد چی است؟ با دردتون میخوره. خب اشیا و وسایل است که اونم سمپلای پروگرام متکد حساب کنین. فرنیچر پلان وقتی که خواستین به شکل 3D کار کنین، میتونین از این فولدرها چی کنین؟ استفاده کنین. یا مثلا این فولدرهای دیگه که در اینجا وجود داره، مثلا آفیس فرنیچر. وسایلی که مربوط چی به مربوط دفاتر میشه. کلش به شکل چی است؟ به شکل 3D. یا مثلا دسک اند تیبل. نه. انواع و اقسام میز چوکی که به حساب اینجا داره، هر کدومش خواستین فقط انتخاب میکنیم. بعد از اینکه انتخاب به طور مثال من میرم انتخاب میکنم که هم میز دارم هم چوکی، انتخابش میکنم، باز رو برش چی میگم؟ اوپن میگم. اوپن گفتم انالی چی میشه؟ لود میشه. بعد از اینکه لود شد انال در جای پروژه خاص میده چی میکنم؟ قرارش میکنم. در پلان هستم دیگه، مثلا در اتاق کار داری، بیرون کار داری، داخل اتاق دیگه کار داری، هر جای خاصه باشی چی میکنی؟ فقط کلیک میکنی نصب میشه در اتاق بعدی. خب در اتاق بعدی مجبور هستم از چی استفاده کنم؟ چرخش یا روتیت هم به حساب استفاده کنم. به خاطر استفاده کردن از دستور روتیت، خب مستقیم در اینجا ما دستور روتیت هم داریم که میتونی از اینجا چی کنی؟ فعالش کنی، یا میتونی به حساب وسیله تا نصب کنی. بعد از اینکه نصب کردی باز انتخابش میکنی، روتیت از این قسمت فعال میکنی و برش چی میتی؟ چرخش میتی. به این ترتیب اینی را که چی بگیره؟ چرخش بگیره. هم از این میتونین استفاده کنیم و هم از خود دستور کامپوننت میتونین استفاده کنیم. با چی ترتیب؟ دستور کامپوننت فعال میکنی، در این بغل لود یک گزینگک داره به نام چی؟ روت دفتر پلیسمنت. یعنی قبل از اینکه در موقعیت خودشی ثابت شوه از چرخش هم چی کو استفاده کن. این اگر گزینش به حساب تیک مارک بزنی الان در این اتاق که بیایی وقتی که به حساب کلیک کنی یکی موقعیتش به حساب تثبیت میشه، باز از اون ماوس حرکت کنی بتی ببین علامت چی آمد؟
چرخش. انال برش چرخش میشه در کدام زاویه؟ در این زاویه. وقتی کلیک کنم انال غیر از اینکه به حساب موقعیتش تعیین کردم، جهتم برش چی کردم؟ تعیین کردم. یعنی یک چرخش هم ازش استفاده کردم. در اتاق بعدی اتاق بعدی یعنی میره که هر چقدر به حساب وسیله خواسته باشیم میتونیم چی کنیم؟ اضافه کنیم. بازی وسیله هم کلا به شکل چی است؟ به شکل 3D است. یعنی میبینید شکل 3D داره. بعض از فولدرا سامپل های مثل پروگرام اتکات برو داره که به شکل چی است؟ به شکل 2D است. مثلا تپ اما میگپا که کلا به شکل 2D است. باز اونا رو فقط در پلان به حساب میبینید، در 3D که وارد شوی باز دیگه بر شما نشان نمیده. 3D کلا عناصر رو بر شما نشان میده که شکل چی داشته باشه؟ 3D داشته باشه، یعنی حجم داشته باشه. اگه حجم نداشت به شکل 2D کار شده بود، باز دیگه بر شما نشان نمیده که این فکرتون باشه. چون معمولا با یک از محصلین بود به حساب مشکل با می مشکل مواجه شده بود. وقتی که در پلانش وارد میشدیم فرنیچر به صورت مکمل کار کرده بود، اما در 3D که می اومدیم مسازینی وارد به حساب میز چوکی رو بر شما نشان نمیداد. دلیلش چی بود؟ دلیلش بود که آمده بود از وسایل استفاده کرده بود که به شکل چی بود؟ به شکل 2D بود. در اون فولدرها که ببینید باد نشان میده در پیشری نامش نوشته است، 2D به حساب نوشته است، نامش است، قبل از نامش یک 2D هم داره که باز اونها رو باز اگه خواستین استفاده کنین باز شکل 3D باز نداره دیگه، فقط در پلان نشان داده میشه. درست شد؟ خب انمی رقم به حساب وسایل مختلفه شما در پروژه تان میتونین چی کنین؟ استفاده. خب وسایلی هم که در لایبرری پروگرامر بد وجود داره هم به شکل باز دیزاین شده و هم به شکل بسته. بعض از وسایل هست که به شکل بسته دیزاین شده. به شکل بسته یعنی چی؟ یعنی درش تغییرات آورده نمیتونی. بعض از وسایل هست که با درش تغییرات آورده میتونی. یعنی مثل چوکی میشه درش تغییرات آورد. چرا؟ وقتی که انتخابش کنم برم در المنت پراپرتیز، باز مثل همون درس گذشته پنجره اول چی نشون میده؟ موقعیتش. فعلا میگه بر ما که نمی میز در کجا قرار داره؟ لول 1. آفستش چقدر؟ 0. یعنی دقیقاً در سطح 0 لول 1 قرار داره. بعض از وسایل هست ممکنه به حساب شما ضرورت داشته باشین که از سطح لول بلندتر قرار بگیره، مثل تلویزیون. تلویزیونی که اضافه میکنین باید به حساب ارتفاع به حساب تلویزیون از سطح لول باید بلندتر بگیری، به اندازه میز باید بگیری. مثلا میز تا 75 سانتی باید 75 سانتی از سطح لول باید چی بگیری؟ بلندتر بگیری. خودش اتومات به حساب در سر میز قرار نمیگیره. درست شد؟ که سر این مسائل با دقت کنه. اینال در نیو ادیت که وارد شوم برمه اینمی چوکی رو به حساب آمده اندازه داده، ارتفاعش داده، طولش داده، عرضش داده و تعداد چی رو داده؟ چوکی شده داده که میتونم اینجا چی کنم؟ در ایش تغییرات داره. مثلا نفر تعداد چوکی در اینجا فعلا چوکیش چند نفر است؟ 8 نفر است. دو تا سه تا دو طرف داره، دو تا دو طرفش میشه 8 تا. اینال میتونم تغییرش بدم، مثلا میگم 8 نفره نباشه 6 نفره باشه. و طور مثال وقتی که ایره اپلای بگم ایره اوکی، یعنی ببینید چی شد؟ 6 نفره شد. و تفاوت مسئله دیگه که وجود داره، نکته دیگه ایدگام که تزی همزمان چی شد؟ تغییر کرد. به خاطر چی؟ مسئله دوپلیکیت. چون بر شما گفته بودم در دستور دروازه و کلکین دوپلیکیت بسیار اهمیت داره. وقتی که میخواین یک عنصر رو به صورت جداگانه فقط خودش ادیت کنین، قبل از تغییرات اول باید چی کنین؟ دوپلیکیتش کنین، بعد از درش تغییرات برین. اگه این کار انجام ندادین باز چی میشه؟ اردوش با هم دیگه تغییر میکنه. انار اگه بخوایم که این تغییر نکنه، فقط یکیش تغییر کنه، انتخابش میکنم، میرم در المنت پراپرتیز نیو ادیت، قبل از یک تغییرات برم اول دوپلیکیت میگم، یک نام میتم برش، بعد از او تغییرات میرم، میگم من 6 نفره نه، پس دوباره 8 نفره شد. اینی رفت. ایش تغییر کرد بدون که دیگه بگه چی کنه؟ تغییر کنه. درست شد؟ اینی رقم به حساب وسایل چی میکنه؟ در پروژه تان اضافه میکنه. هر رقم وسیله باشه. غیر از به حساب فرنیچر مثلا چیزهای دیگه که از طریق دستور کامپوننت اضافه میشه، لایتینگ است. این چراغ که مربوط سقف و دیواری گپا میشه. اینا رو از طریق چی اضافه میکنه؟ کامپوننت. یعنی کامپوننت فعال میکنم، میرم در لود. میم در اینجا یک فولدر داریم به نام لایتینگ فیکسچر. در این قسمت که وارد شدم انواع و اقسام به حساب چراغای سقفی است، چراغای دیواری است، چراغای رومیزی است، چراغای به حساب استاده است، چراغ مطالعه، هر کدومش خاصی اینجا چی میکنه؟ انتخاب میکنه. ولی چراغای سقفی رو دیگه استفاده کردن نمیتونم. چرا؟ سقف نداره. اینو با دقت کنید. چراغای دیواری رو در جایی میتونم استفاده کنم که چی داشته باشم؟ دیوار. یعنی چراغای دیواری هم دقیقا مثل دستور چی هست؟ دروازه و کلکین. اگر ما به طور مثال اینی رو بگویم چی؟ اوپن. انال ای لود شد. ببینید در اینجا وقتی که باشم علامت ممنوعه که مثل دروازه و کلکین بود، اما با مجرد که در این دیوار قرار بگیرم بر ما همون سمبول یا علامت چه چی میکنه؟ نشان میده. وقتی کلیک کنم این اگر چراغ بر ما نصب میکنه، چی بیرون باشه چی به طرف داخل، در جای خواسته باشی نصبش میکنی. ببینید یا هم چراغای چی؟ دیوار. این باز خودش چی گرفته؟ ارتفاع گرفته. ارتفاع از یه باز میتونین شما چی کنین؟ درش تغییرات برین. از طریق اونمو element properties که براتون گفتم. فقط سلکتش میکنین. باز از میرید element properties درش چی میرید؟ تغییرات میرید. این elevationش فعلا صفر است. یعنی امو ارتفاعی که برش تعیین شده در مو سطح صفریش قرار داره. و
درست شد؟ باید میتونی برش چی بیتی؟ ارتفاع بیتی. درست شد؟ یا مست فرنیچر و دستور چی؟ دستور کامپوننت. خب ادامه میتیم. بالا دستور کامپوننت دستور چی را داریم؟ دستور روم. دستور روم به خاطر چی استفاده میشه؟ دستور روم به خاطر نامگذاری اتاق‌ها استفاده میشه. وقتی که شما پلانای مهندسی رو کار میکنید، یکی از مسائل بسیار مهمه که در پلانای مهندسی باید موجود باشه، نامگذاری به حساب چی است؟ همو اتاق‌های به حساب یا همو اماکنی که به حساب شما در نقشه تان کار کردید. انال این نامگذاری معمولا وقتی در پروگرام اتوکد کار میکنیم با دو روش انجام میشه. یا شماره میتی بر اتاق، بعدن بر اساس اون شماره یک جدول مشخصات جور میشه که مثلا شماره یک اتاق سالون، شماره دو اتاق تامپوری، شماره سه اتاق خواب و می رقم تا آخر. یا مستقیم در جای خودش چی میکنی؟ نامش نشون میکنی، اتاق سالون، اتاق تامپوری، اتاق خواب، دوالیز، مثلا آشپزخانه، حمام و هر چیزی که به حساب باشه. اینال در پروگرام اتکا در دستور چی استفاده میکنی؟ تکس استفاده میکنی. اما در پروگرام روید به خاطر سهولت کار بر شما دستور چی قرار دادن؟ روم. روم از این قسمت فعال میکنی. اینال دستور روم که فعال کردی، این احتیاج به فضای چی داره؟ فضای چهاردیواری داره یا فضای بسته داره. در هر فضای بسته که قرار بگیره، خودش اتوماتون اون فضای بسته رو چی میکنه؟ بر خود به حساب اسکیج میکنه. وقتی که کلیک کنم برش چی میته؟ یک نام میته و یک شماره. نامش شد روم، شماره شد چند؟ یک. اینال سرش کلیک کن، نامش تغییر بده. هر چیزی که میخوای نوشته کنی، اتاق سالون، اتاق تامپوری، آشپزخانه، ما هر چیزی که هست. شمارش هم بین ترتیب سر شمارش کلیک کن، شماره هم برش میده. بین ترتیب تمام اتاق رو چی میکنه؟ نامگذاری میکنه. ولی در اینجا گفتم چهار دیواری برش مهم است. ببینید در اینی به حساب چهار دیواری ما در واقع اینی رقم است. کلش یکی میگیره دیگه. یک دست میشه. درست شد؟ فقط بسته، فضای بسته را کار کن. برآوردم کمک میکنم استاد. فقط بر پلان است. دستور روم فقط بر پلان است. خب این حالت عادی به حساب دستور چی بود؟ دستور روم بود که فقط چی میکرد؟ نامگذاری میکرد. اینال بعض وقتا من ضرورت دارم در کنار به حساب نام اتاق مساحت داخلی اتاقم برام چی کنه؟ نشان بده. چی میکنم؟ دستور روم که فعال کردم میام در این قسمت بالا، این لیست که در اینجا دارم فعلا گزینه چی فعال است؟ روم تگ. سر از این کلیک میکنم، گزینه دوم چی است؟ روم تگ ویت ایریا. اینو فعال میکنم. اینال در فضای هر چهار دیواری که قرار میگیرم، غیر از اینکه نامش هم میته، اتومات برام چی میته؟ مساحتش هم میته. 26 متر مربع. اتاق بعدی 17 متر، بعدی 10 متر، بعدیش 4 متر، این دیگهش 23 متر و دیگهش چند؟ 12 متر. این ببینیم مساحت گیری بسیار چی است؟ آسان است. فقط با یک کلیک مساحت داخلی است. بدون به حساب محاسبه چی دیوارا. فقط مساحت خالص به حساب فرش داخل است. این رقم حساب کنیم. اینا رو ببینید، با این به حساب خصوصیتی که به حساب در دستور روم وجود داره، شما هر رقم شکلی که به حساب داشته باشه، هر رقمی که باشه، فقط کافی چی باشه؟ بسته باشه. درست؟ چون دستور روم گفتیم در فضای چی کار میتن؟ بسته. مثلا این رقم یک شکل داره، میخوام چی رو کار کنم؟ مساحتش به حساب بگیرم. یعنی می تصور کنین اگر در حالت عادی بخواید مساحتش حساب کنین، خب کار بسیار مشکل، مجبور هستین با شکل های ساده هندسی چی کنین؟ تقسیمات کنین. و اگر در پروگرام مثل پروگرام اتوکاد کار کنین، مجبور هستی ایریا رو فعال کنی، با تمام نقاط به حساب نقطه گذاری کنی، یا مثلا این تبدیل به از باندری استفاده کنی، با شکل به حساب یک آبجکت تبدیلش کنی، باز از روش استفاده کنی، کلا به حساب دردسر است دیگه. اما در دستور در پروگرام روید کارتون آسان، روم فعال میکنی، روم تگ و دریا در فضای چهار دیواریش که قرار بگیری کلیک کنی، اتومات بر شما مساحت داخلش چی میکنه؟ نشان میده 3055 متر مربع. میتونیم به حساب دقت شما چی کنین؟ زیاد بسازین از طریق چی؟ یونت. درست؟ از کجا تعیین میکنیم؟ سیتینگ. سیتینگ فعال میکنم میاد در قسمت پروژه یونت یا یو ان. این فعال ساختم. اینی قسمت که مربوط چی است؟ ایریا مساحت. من مساحت به چی نشان میده؟ متر مربع. سرش کلیک کنین، میتونی به حساب تغییر بدی. خب معمولا مساحت به متر مربع نشان داده میشه دیگه. درست شد؟ میتونی از این قسمت چی زیاد کنی؟ خانه اشاره شد. تا دو خانه اشاره میگم چی کن؟ اضافه کن. اینان شد 354.79. در حال پیشه چند بود؟ 55 بود. اتاقای دیگه هم به این ترتیب چی شده؟ تغییر کرده. ایریا مس اتاقای دیگه 26.0 1680 10-20 تمیل رقم تا آخر کلش برای من چی کنه؟ مساحتش نشان میده. درست شد؟ یا هم دستور روم. خب یک حالت دیگه هم در دستور روم وجود داره که چی نشان میده؟ حجم به حساب داخلی به حساب اتاقار نشان. یعنی غیر از اینکه مساحت برای من نشان میده، دیگه چی نشان میده؟ حجم هم نشان میده. خب حجم چی رقم محاسبه میکنه؟ باز این حالت پیشتر دستور روم رو فعال میکنی، گزینه سیومش دومش از روم تک بدر یا سیومش چی هست؟ وید ولیوم. این فعال میکنی و بعد از میای در فضای هر چهار دیواری قرار بگیری کلیک کنی، بر شما چی نشان میده؟ حجم میشه. فعلا ببینین حجم بر شما نشان نمیده. چرا نشان نمیده؟ بله؟ نه
ما اونمو لیول که تعیین میکنیم در واقع اونمو ارتفاع تعیین شده. برمیگرده در کجا؟ در قسمت سیتینگ. در این سیتینگ که وارد شویم اینجا یک گزینگر داریم به نام ایریا اند ولیوم کمپتیشن. دیدید اینی گزینه، این گزینه را وقتی که شما تیک مارک میزنید در این قسمت فقط گزینه چیش فعال است؟ ایریا اونلی فعال است، یعنی فقط بر ما مساحت نشان میده. گزینه دوم چی است؟ ایریا اند ولیوم. شما این گزینه را از اینجا انتخاب کنید، وقتی که اوکی بگوین هم برای شما مساحت نشان میده و هم چی را؟ حجم. یعنی در جایی که ضرورت داشتی مساحت و در جایی که ضرورت داشتی چی نشان میده؟ حجم نشان میده. حجم چی رقم محاسبه میکنه؟ مساحت داخلی ضرب ارتفاع لیول، لیول یک تا لیول چند؟ دو. اونم ارتفاع منزل حساب میشه. بس ارتفاع رو بر ما از لیول یک میگیره تا لیول چند؟ لیول دو. درست شد؟ چیز حجم درست؟ یا مزید. خب در دستور بروم هم سوال نیست؟ خب ادامه میدیم. دستور بعدی که داریم دستور چی هست؟ دستور روف. خب روف رو نمیخوانیم، اول دستور فلو رو میخوانیم، باز میریم سراغ دستور روف و از پایین شروع میکنیم. دستور فلور همین رقم که از نامشان به حساب معلوم میشه به خاطر کار کردن چی است؟ فرش است. خب فعلا تعمیر مگر حالت تریدی برام فرش نداره. ببینید زیرش خالیه. باید برای چی کار کنه؟ فرش کار کنیم. بعضی اونم لیولا رو با فرش اشتباه میگیرن. در نمیچه به حساب دقیقاً معلوم بشه که لیولا به معنی فرش نیست. فقط ارتفاعات است که به حساب به صورت فرضی در این فضا تعیین میشه که بر اساس اونم ارتفاعات موقعیت تو تعیین میکنی. کار دیگه به حساب انجام نمیده در پروژه. در اینجا فرش وجود نداره. اینا اگه ما بخوایم برای این فرش کار کنم باید مستقیم از دستور چی استفاده کنم؟ فلور استفاده کنم. خب اول لیول رو تعیین میکنم، لیول یک. در این لیول یک میخوایم فرش ما کار کنم. درست شد؟ و بعد از اون من از این قسمت دستور چی رو فعال میکنم؟ دستور فلور. خب دستور فلور رو وقتی که فعال میکنین با دستورهای دیگر به حساب یک تفاوت داره. تفاوت به حساب در چی است که بعد از اینکه دستور فلور شما فعال کردین بر شما در این قسمت سمت چپ منوی اسکیچ باز شد. اون قسمت دیزاین بار که شامل منوهای مختلف بود کلا چی شد؟ از بین رفت. ببینید چیز دیگه وجود نداره. منوی بنام منوی بیسیک نیست، منوی بنام منوی مدلینگ نیست. دستورات هم به حساب وجود نداره. به این معنی است که تا زمانی که شما از اینمی منوی اسکیچ خارج نشوین از دیگر دستورهای پروگرام رو بتون استفاده کرده نمیتونین. یعنی اگر دستور فلو رو فعال کنی بعد از اینکه دستور فلو رو فعال کنی خاصی که به حساب بیا یک دونه دیوار کار کنی امکان نداره. چرا امکان نداره؟ بخاطر که در اینجا اصلا دستور وال وجود نداره. خب ما از کجا دستور وال فعال کنیم؟ یا مثلا اگه بخواید دستور کامپوننت استفاده کنی در اینجا نمیشه. چرا؟ باید از دستور فلو خارج شوی بعد از باز بدی سراغ دستورهای دیگه. به خاطر خارج شدن از منوی اسکیج دستور فلور هم خود دو راه حل در قسمت پایین بر شما قرار دادن. یکی فینیش اسکیج و دیگه چی؟ کویت اسکیج. فینیش اسکیج زمان به حساب استفاده میشه که شما فرشتون به حساب اسکیج کرده باشی. با فینیش گفتن فرشم بر شما در فضا چی میشه؟ ایجاد میشه. و اگر از کویت به حساب استفاده کردی به این معنی که بیخی از این دستور فلور ما چی میکنم؟ صرف نظر میکنم. بدون که باز فرش ایجاد شود پس شما رو میبره دولت قبلی. ببینید از اینجا چی استفاده میکنم؟ از کویت. اینو وقتی کلیک کنم دوباره اون منو برام اینجا فعال میشه و دستور فلور هم چی میشم؟ خارج میشه. درست شد؟ خب بریم سراغ دستور فلور. منو اسکیجش. در منو اسکیج چی داریم؟ اولین دستور خب مودیفای هم حالت عادی ماوس است. فرق نداره. همون گپایی که به حساب گفته بودیم همون گپاست. بعد از اون دایمنشن داریم که وقتی اندازه گذاری استفاده میشه که دایمنشن از اینو فعلا سرش کار نمیکنیم. باز مفصل در خود دستور دایمنشن که رسیدیم با دوج بر شما تمام آپشنایش باز کار میکنیم. بعد از اون چی نداریم؟ لاین نداریم. شما از لاین منوی اسکیج از این استفاده میکنید و فرشتون رو چی میکنید؟ اسکیج میکنید. لاین رو که فعال کنید در جایی که به حساب خطتون رو ترسیم کنید در واقع اونم یک خط چی میشه؟ یک خط فرشتون میشه که اسکیج میکنید. انال وقت اسکیچ کردن فرش یک سری قوانین و مقررات به حساب وجود داره که قوانین و مقرراتی که براتون میگم همیشه باید در ذهنتون به حساب ماندگار باشه. چرا؟ بخاطر که قوانین و مقررات کلی به حساب پروگرام روت است و همیشه این قوانین در تمام دستورهای پروگرام روت در اکثر دستوراتش چی میشه؟ تکرار میشه. صحیح شد؟ پس این دستور فلور وقتی قوانین یاد گرفتی در دیگه دستوراتش دیگه دچار مشکل نمیشه. خب قوانینی که وجود داره چی است؟ قانون اولی که به حساب وجود داره ای است که وقتی که شما یک فرش میخواین به حساب اسکیچ کنین فرشتون باید یک شکل کاملا چی باشه؟ بسته باشه. خب شکل بسته را تعریف میکنیم. شکل بسته شکل است که از هر نقطه ایش که به حساب شروع کنی به حرکت بعد از طی کردن تمام مسیر بسته برای در کجا برسی؟ در نقطه اول برسی. صحیح شد؟ پس این بشه تعریف ساده به حساب شکل چی؟ بسته. اناله وقتی که به حساب فرشتون رو شما در اینجا اسکیج میکنید باید دقت کنید که فرش وقتی که اسکیج میکنید شکلتون یک شکل کاملا بسته باشه. این یک قانون کلی است همیشه باید در خاطرتون باشه چون در اکثر دستورات مثل دستور روف
دستور سیلینگ، دستور به حساب دیگه چی داریم؟ خب در جایش که رسیم با سر صحبت میکنیم. در دستورهای، در اکثر دستورهای به حساب پروگرامر بت انمی قانون چی میشه؟ تکرار میشه. پس بسته بودن شکل یک شرط چی است؟ الزامی است. حتما باید شکلتون چی باشه؟ بسته باشه. شروع میکنم به اسکیچ کردن. برای انمی تامین خود. یک خط تا به اینجا، یک خط دیگه تا به اینجا. فرض کنید اینجا یک صفام دارم. من به حساب تا این قسمت کار میکنم که صفه رو اینجا چیکارم اسکیچ کنم. این قسمت صفام فرض کنید به شکل چی است؟ به شکل گل است. پیشم به شکل گل. دوباره ادامه میدم شکل مستقیم میگیرم تا به اینجا. این قسمت اینی بسته بودن شکل به این معنی است که اینی خط پس سوار در کجا باید وصل شود؟ در اینی قسمت. اگر شما آمدین در اینیش خط مشکلید، خب شکل ما شکل چی شد؟ باز شد دیگه. بعد از اینکه هزار نقطه حرکت کنم به نقطه اولی خود پس دوباره نمیرسم. اگر ما از اینجا شروع کنم به حرکت کردن در کجا میرسم؟ اینی قسمت. الان وقتی که ما فلش بگویم برام چی میاد؟ پیغام خطا میاد. و همون قسمتی که مشکل داره بگ رنگ دیگه نشون میده. میگه اینی دو نقطه چی است؟ وصل نیست. باید به اندگه چی شود؟ وصل شود. کانتینیو میگم و این دو تا رو به اندگه چی میکنم؟ وصل میکنم. خب یکی خو این رقم به حساب شکل معضلات بسته بودن خارج میشه. یکی دیگه اگه خط آوردی بیخی از اینجا به حساب ادامه دادی. الان بازم به حساب شکلتون شکل بسته نیست دیگه. چرا نیست؟ به خاطر که اگه ما از این نقطه شروع کنم به حرکت، ببینید میایم تا کجا؟ تا به این نقطه میرسم. ما باید در کدام نقطه برسم؟ پس در این نقطه باید برسم. اگر بین به حساب پس در این نقطه حرکت کنم، از روی یک خط چند دفعه عبور کردم؟ دو دفعه عبور کردم. پس در این حالت هم شکل معضلات بسته بودن چی شد؟ خارج شد. وقتی که فنش بگویم بازم برام چی بیته؟ پیغام خطا میده. درست شد؟ پس شرط کلیش بسته بودن به حساب چی است؟ شکل است که باید دقت کنیم که شکلتان بسته باشه. این شکل ما شد شکل چی؟ بسته. از هر نقطه که حرکت کنم، یعنی هر نقطه را که به حساب شما تعیین کنین، بعد از تعیین کردن به حساب تمام مسیر و از تمام مسیر رو یک دفعه عبور میکنیم، پس به اون نقطه چی میرسه؟ اولیتون میرسه. صحیح شد؟ پس این شرط کلی بسته بودن شکل. شرط دوم، هیچ وقت در پروگرام روید خط سر خط قرار نمیگیره. یعنی دو تا خط نباید به حساب در یک نقطه به حساب حرکت کنه. در بعضی از پروگرام ها به حساب این مشکل وجود نداره، مثل پروگرام گوگل اسکچر. شما در گوگل اسکچپ اگر کار کرده باشین، در از روی یک منطقه میتونید ده دانه خط به حساب سر سر کار کنید، بازو فقط یک شما محاسبه میکنه. اما در پروگرام روید با مجرد که آمدی به حساب دو تا خط سر سر کار کنی، بر شما چی میته؟ واردینگ میته. در هر دستوری که باشه، در دستور فلور باشه، در دستور روف باشه، سیلینگ باشه، رم باشه، زینه باشه، در هر جایی که به حساب باشه، دو تا خط وقتی که سر سر به حساب از پیش شما کار شوه، بر شما واردینگ میته و مشکلات ایجاد میکنه. الان در اینجا فرض کنیم ما تا به اینجا آمدیم کار کردیم، شکل ما بسته بوده، دنی یک نقطه دو تا خط سر به سر کار میکنیم. اینی رقم یعنی میبینیم وارنینگ داد. وقتی که این را فنش بگویم دستور ما فنش نمیشه، باید برمان چی بیتر پیغام خطا میکنیم، میگه چی هست؟ مشکل وجود داره. پس این چی شد؟ دو تا قانون کلی شد که وقت به حساب کار کردن باید همیشه دو تا قانون چی کنه؟ مد نظر بگیره. قانون اول بسته بودن شکل است. قانون دوم هم خط سر خط نباید قرار بگیره. این دو تا قانون قوانین دیگه شون با سرش صحبت میکنه. بعد از اینکه کارتون خلاص شد، فرش اسکیچ کردین، اینو دستور چی رو فعال میکنی؟ فنش اسکیچ. وقتی که اینو فعال کردین، یک دانه فرش بر شما دیگه چی میشه؟ ایجاد میشه. اینی شد فرشی که بر منزل اول برازی چی کردم؟ ترسیم. فرشم بر فعلا شروع کار از خودش به حساب چی گرفته؟ زخامت گرفته. زخامت از کجا گرفته؟ از این لیست که در اینجا در اختیار شما قرار داره. میتونی چی کنی؟ نوعیت چه تغییر میدی؟ مثلا نوعیت چه چوبی میسازم، زخامت چم فرق میکنه. نوعیت فرشم چی شد؟ متفاوت شد. یا انتخاب میکنم از فرش دیگه استفاده میکنم، از دیگه استفاده میکنم. اینو باز نوعیت چم فرق کرد و دیگه چی؟ زخامت چم بر فعلا است. باز متریالی که شما خوندین میتونین به حساب چی کنین؟ زخامت فرش خودتون تعیین کنین، موادشم خودتون تعیین کنین، اقشارش هم خودتون میتونین تعیین کنین. صحیح شد؟ ای از دستور فلو. خب الان بریم سراغ قوانین دیگه که به حساب در دستور فلو وجود داره. قوانین دیگه چی میگه؟ زمانی که شما یک فرش اسکیچ میکنید، دقت کنید که فرش جزء به حساب دستورایی نیست که متکی به یک عنصر دیگه باشه. یعنی در اینجا وقتی که بر شما دیوارا رو نشان داده، به این معنی نیست که در جایی که دیوار داشته باشی فرش هم باید باشه، جایی که دیوار نداشته باشی به این معنی است که فرش نباشه. اصلا ربط به دیوار نداره. بر شما در اینجا دیوارا رو به شکل خیره نشان میده. چرا خیره؟ به خاطر که میگه که شاید شما ضرورت داشته باشی که از این دیوارا استفاده کنی، به خاطر که موقعیت فرشتون دقیقاً در کجا جای قرار بگیره که چی است؟ دیوارا. ولی در اینمی حد است که به همدیگه بین از اینا چی کنی؟ یک ارتباط برقرار کنی، ولی هیچ ارتباط به همدیگه نداره. یعنی لازم و ملزوم همدیگه نیست. اگر ما بیایم به طور مثال یک دانه فرش در اینی قسمت اسکیچ کنم، به این معنی نیست که به حساب فرش ما ایجاد نمیشه. فرش ایجاد میشه. اونم دو تا قانون کلی رو به حساب رعایت کنین، یعنی شکل ما بسته است، خط هم سر خط قرار
نگرفتن، دو تا قانون رعایت کردن، وقتی که فنش بگویم یک دونه فرش برمده اینجا چی میکنه؟ ایجاد میکنه بدون که به حساب دیوار داشته باشیم یا چیز دیگه به حساب داشته باشیم. پس چی شد؟ دستور فلور از دستورایی است که متکی به عنصر دیگه اصلا نیست، مستقل است. مثل دستور وال، دستور وال هم دستور مستقل بود، هیچ ربط به فلور و روف و به حساب دروازه و کلکین اینا اصلا نداشت. در جایی که میخواستی میتونستی یک دونه دیوار چی کنی؟ ایجاد کنی. درست شد؟ یعنی یا قانون دیگه. خب قانون دیگه چی میگه؟ بعضی وقتا شما ممکنه به حساب ضرورت پیدا کنین که یک فرشتون در داخلش یک سوراخ ایجاد کنین. چرا؟ به طور مثال در اینجا ما میخواهیم که به حساب فرش منزل دور کار کنم، ده قسمت از این باید زینه به حساب قرار بگیره. درست شد؟ الان جایی که به حساب زینه قرار میگیره خب باید چی شوه؟ سوراخ شوه دیگه. یا اصلا زینام نیست و فرض کنین اینی به حساب فرش منزل بالاست، یک قسمت از این ما میخوایم یک سوراخ کنیم که منزل اول که منزل دو با هم دیگه چی داشته باشه؟ ارتباط داشته باشه. بعض وقتا میشه مثلا هتل ها را اگه دیده باشه لابیایش وقتی کار میشه معمولا در 3-4 منزل کار میشه، یک قسمت دهلیزش کلش با هم دیگه چی است؟ مشترک است. در واقع سقفش اون اینم در منزل چند میپره؟ منزل 4 میپره. باید چی شوه؟ یک سوراخ ایجاد شوه. اینال سوراخ کردن دیوار به چی ترتیب است؟ زمانی که فرشتون اسکیچ میکنین یک شکل بستر خوب به حساب فرش اصلیتون است که در اینجا فرش اصلی به حساب اسکیچ کنه. در داخل اینمی شکل بسته بدونی که به حساب قانون دوم نقش شوه، قانون دوم چی میگفت؟ خط سر خط قرار نگیره. بدونی که به حساب قانون دوم نقش شوه اگر به یک دانه شکل بسته دیگر را در اینجا اسکیچ کنی، اینی فضا از اینی فضا چی میشه؟ تفریق میشه یا یک سوراخ در داخل اینمی فرشم چی میشه؟ ایجاد میشه. وقتی که اینو فنش بگویم اینی رقم میشه. صحیح شد؟ در داخل یک دانه فرش آمدم چی ایجاد کردم؟ یک سوراخ ایجاد کردم. خب فرش را که کار میکنین اگر بخواین دوباره ادیتش کنین چی رقم ادیت میکنین؟ انتخابش میکنین در این قسمت گزینه چی فعال میشه؟ ادیت. سر از این کلیک کن دوباره شما رو میبره در منوی چی؟ اسکیچ. این لیول یک فعال میکنم دوباره میتونم اینی چی کنم؟ اسکیچ کنم. صحیح شد؟ پس به خاطر سوراخ کردن فرش شما یک دونه شکل بسته را داخل شکل بسته اصلی تون که اگر کار کنین بدون که قانون دوم اگر نقض شوه و هیچ مشکل وجود نداره و اونم فضا از فضای اصلی چی میشه؟ تفریق میشه. حتی میتونین بدون یک دونه سوراخ چندین دونه سوراخ در نظر بگیره. مثلا یک دونه من کار ندارم. فرض کنین نمی به عنوان چی است؟ به عنوان لندسکیپ. آمدی به حساب ریاولی رو به حساب کار کردی، باغچه داری در قسمت اولی. اینال یک دانه فرش کلی گرفتی که انمی چی هست؟ انمی به حساب فرش کلی هست. اینال میخوای چی را کار کنی؟ قسمت هایی که باغچه داری اونا را از هم دیگه میخوای چی کنی؟ جدا کنی. شکل های بسته را کار میکنی. این یک شکل بسته، این یک شکل بسته. فقط اون قانون دوم نباید نقض شود. خط سر خط قرار نگیره هیچ مشکل وجود نداره. یکی خط سر خط قرار نگرفتن است، یکی اینی رقم که اگه آمدی به حساب اینی رقم اسکیچ کردی، اینی هم غلط است. چرا غلط است؟ بخاطر که در اینجا چی نقص میشه؟ قانون اول، قانون اول نقص میشه. چرا؟ شکل معضلات بسته بودن خارج میشه. ببینید اینی شکل ما کدام شکل بسته است؟ در اینجا تشخیص نمیشه دیگه. اگه اینی رو به حساب شکل بسته بگیرم، خب شکل بسته چی رقم؟ پیشتر تعریفش گفتیم از یک خط که شروع کنی به حرکت پس برو به نقطه اول باید برسی. الان فرض کنم از اینجا شروع میکنم به حرکت، وقتی که در اینی نقطه میرسم سه مسیر مختلف بخاطر حرکت دارم، پس کدام مسیر حرکت کنم؟ صحیح شد؟ بعد اینجا قانون چی نقص شد؟ قانون اول نقص شد، در ضمن که قانون دوم هم نقص شده. دو تا خط چی شده؟ سر در سر قرار گرفته. صحیح شد؟ اینو دقت کنید. چندین دانه شکل بسته را کار میکنم و شکل های مختلف میتونم از شکل های دیگه هم استفاده کنم، مثلا سرکل استفاده کنم. اینی دقت بدون که همدیگه را قطع کنن، اگر قطع کرد باز چی میشه؟ مشکل ایجاد میکنه. قطع نکنه همدیگه را. این رقم وقتی کار کردم، وقتی که فنش بگم بر من این رقم چی میکنه؟ در فرش انواع و اقسام چی ایجاد میکنه؟ سوراخ ها ایجاد میکنه. درست شد؟ یا هم قانون به حساب دیگه بود که در دستور فلور داشته، به خاطر سوراخ کردن فرش یک شکل بسته در داخل شکل بسته دیگه چی میشه؟ اسکیچ میشه. در مورد ازی بچسبه وزیر تیار کنیم میشه؟ میشه میشه بشه که شکل تا رو پس دوباره بسته بسازیم. این هم کارش میکنم. خب بعضی وقتا ممکنه به حساب یک دانه شکل بسته داشته باشی، باز یک شکل بسته دیگه رو در داخل یک شکل دیگه کار میکنی. او حالت که شما گفتین اون رو کار میکنی. فرض کنید در اینجا من اینی شکل بسته رو دارم، اگه بیم در داخل اینی شکل بسته یک شکل بسته دیگه رو کار کنم، این چی رقم میشه؟ بنظر کنم پس پر میشه. حالت چی رو داره؟ منفی مثبت داره. یعنی اولی منفی، دومی پس دوباره چی؟ مثبت. سومی پس دوباره چی؟ منفی. بعدیش مثبت. منفی مثبت، منفی مثبت. یعنی یک کم میتونه انواع و اقسام شکل ها بدون که به حساب گفتم معمول دو تا قانون کلی که برات گفتم او باید هیچ وقت نقض نشوه. بسته بودن شکل و خط سر خط قرار نگیره. یعنی دو تا قانون که نقض نشوه هر رقم شکل رو که خواسته باشین در اینجا میتونید چی کنید؟ ایجاد کنید. با طور مثال در اینجا من میام یک دونه دایره دیگه کار میکنم. اینی دایره در داخل از این قرار گرفت.
خب این شکل اصلی ماست. پس این فضا از این چی شد؟ تفریق شد، منفی. این شکل دیگه پس چی میشه؟ مثبت. یک شکل دیگر اگر داخل از این کار کنم منفی. یعنی در داخل شکل پر اگر شکل بسته کار کنی اون پس دوباره منفی میسازد. اگر ما شکلتان منفی باشه شکل بسته کار کنید پس دوباره چی میکنه؟ پرش میکنه. اینال وقتی که ما فنش بگویم اینی حالت بخواد میگیم. ببینید شکل اول منفی شد، بعدش چی شد؟ پر. بعدش چی شد؟ منفی شد. درست شد؟ خب اینال ارتباط اگر بخواییم برقرار کنیم به طور مثال انمی فرض کنین به حساب چی است؟ باغچه است. بین از اینا باید ما چی کنم؟ یک ارتباطم برقرار کنم که این دوتا فضای خالی با هم دیگه چی داشته باشه ارتباط. اگر ما بیم از لاین استفاده کنم خواه از رکتنگل به طور امون چی میگن؟ 100% نمیتونم استفاده کنم. چرا؟ چون اگر استفاده کنم دوتا خط چی میشه؟ سر در سر قرار میگیره در اینی قسمت و در اینی قسمت. درست شد؟ باز از رکتنگل خو نمیتونم، باید از چی استفاده کنم؟ لاین. لاین استفاده میکنم، این خط که تزی وصل میکنم، این خط هم که تزی. اینا رو ببینید خط سر خط قرار نگرفته ولی قانون اول نقض شده. شکل ما عضلات بسته بودن چی شد؟ خارج شد دیگه. اینال شکل ما شکل بسته نیست. چی میکنین؟ باید شکل پس دوباره بسته بسازین. اینی قسمت خط تا کتینی خط ضرورت ندارم. میتونم چی کنم؟ اینو تا خط دلت کنم. دوباره از لاین استفاده کنم. این خط کتزی وصل کنم. این خط کتزی. این خط کتزی. و اینی خط هم هم برسه. درم هم میشه. بزرگ میگم برد. این پس دوباره شکل ما چی شد؟ شکل بسته شد. این حال وقتی که فنش بگم این بین از این رو چی کردم؟ یک ارتباط هم فقط اون رو دو تا قانون از پیش تا نقض نشه دیگه میتونین به حساب شکل های مختلف چی کنین؟ ایجاد کنین. درست شد؟ بس؟ درست های ما این دست خبر داری یا نه یکی میزاده شده؟ خیر باشه، حالا فعلا اون روز صحبت میکنم باید درس بکنم. این یک فکر از پروسپاز خلاص کردن از صحیح شد؟ بعد در مورد دستور فلور به حساب یک چند قانون گفتیم براتون. درست؟ اینال میریم سراغ قوانین دیگه که به حساب دستور فلور وجود داره. خب مثلا به حساب سوراخ کردن فرش هم گفتیم به حساب چیز که چی رقم به حساب فرش چی میشه سوراخ میشه. اینال میریم قانون دیگه که به حساب دستور فلور وجود داره. مثلا به حساب همین برمیگردیم سر متریال یا ضخامت به حساب فرش اگه متفاوت باشه. میگم که پیشتر گفتیم. یک زمان است به حساب شما فرش تعمیرتان رو به حساب کار میکنین، فرش تعمیرتان رو کلن به حساب یکسان میگیرین، اما لحاظ ضخامت و اما لحاظ مواد. چرا مواد بر شما مهم نیست؟ کلش اگه یک رنگ هم بگیری چرا؟ چون اینتریال دیزاین یک تعمیر کار نمیکنی، فرش فقط همه کار میکنی که به عنوان فرش اتاق به حساب در نظر گرفته شده. فرش تعمیر به طور مثال انمی تعمیر فرشش اگه به حساب کلن کانکریت باشه یا کلن پارکت باشه، کلن مثلا موزاییک باشه، وقتی که از بیرون سعی کنی هیچ فرق به حساب نداره. درسته؟ چرا؟ چون داخل به حساب اتاقا خو معلوم نمیشه که معلوم شه که مثلا دیره پارکت گرفتی، مثلا موزاییک گرفتی یا چی گرفتی. اینال وقتی که برای شما مهم نیست میتونی به صورت کلی به حساب فرش اسکیچ کنی، کاری که پیشتر من انجام دادم. یعنی اومدم دستور فلور رو فعال کردم، بعد از اون لاین شروع کردم به حساب تمام انمی فرش تعمیر من به صورت چی گرفتم؟ به صورت یکسان گرفتم. حتی این قسمت صفحه هم چی کردم کتش؟ یک جای به حساب اسکیچ کردم. درست است؟ اینه. یک زمان دیگه است که شما میخواین که فرش اتاقتون چی باشه؟ فرش اتاقتون از دیگه به حساب متفاوت باشه. یک اتاق است، اتاق خواب است، میخواین به حساب فرشش پارکت باشه. اتاق سالون است، میخواین سنگ مرمر باشه. اتاق دیگه است، میخواین پارکت باشه. حمام است، مثلا میخوایی که فرشش مثلا سرامیک کار شه. آشپزخانه است، میخوایی به حساب مثلا موزاییک باشه. فرشا به حساب مثلا دیگه چی باشه؟ متفاوت. وقتی که میخوایم به حساب فرشایتون متفاوت باشه با دو صورت دیگه توسط یک دونه فرش اسکیچش نمیکنید. چرا؟ این پیشتر گفتم براتون زمانی که به حساب یک عنصر رو میخواین متریال بدین، یک عنصر فقط یک نوع متریال میگیره. نمیشه که یک دونه فرش به حساب یک شنگ شابی باشه، یک شنگ دیگه مثلا سرخ باشه. این رقم امکان نداره. باید چی باشه؟ جدا جدا باشه. پس چی میکنین؟ وقتی که میخواین متریال های به حساب متفاوت در نظر بگیرین، جدا جدا اسکیچ میکنین. لاین فعال میکنین، مثلا اینی اتاق سالون است. اتاق سالون رو میخواین که مثلا کانکریت باشه. من فرش ازیره به صورت جداگانه اسکیچ میکنم. وقتی که کارم خلاص شد، فنش. فرش یک اتاق کار کردم. درست شد؟ میرم سراغ فرش اتاق بعدی. دوباره دستور فلور فعال میکنم. لاین اتاق بعدی. هر فرشی که به حساب کار میکنین فنش میگن، باز اتاق بعدی رو شروع میکنین. اتا نشه که باز زمین یک تعمیر هم کار کنی، با دیگه هم کار کنی، باز فنش بگی. اینجا که خلاص شد باز یک چیز میشه دیگه، بعد دیگه وصل میه دیگه، باز فنش. این اتاق بعدی.
اینا رو ببینید، دو تا اتاق به حساب فرش کار کردم، اینا رو میتونم فرشش انتخاب کنم، نوعیت چه از هم دیگه متفاوت بگیرم، مثلا ایش چوبی بگیرم، زخامتشون فرق کرد، اینا رو یکی دیگه چی شد؟ متفاوت شد. درست شد؟ زخامت از زیاد بسید، نه بخاطر همه این کار کردن گفتیم بعض وقتا مثلا شما میخواین هم زخامت فرق کنه و هم نوعیت موادش فرق کنه، وقتی که میخواید تفاوت ایجاد شوه جدا جدا اسکیچش میکنی. اینه که جدا اسکیچ کردم، اینا فقط انیمی قسمت را که اسکیچ کردم انیمی فقط تغییر میکنه، ربط با اتاق سالون نداره. تنها اتاق چی تغییر کرد؟ مثلا تامپولی تغییر کرد، اتاق دیگر را میگیرم، مثلا اینی اتاق انتخابش میکنم، نوعیت چه تغییر میتونم میگم که مثلا اینی چیز باشه. این نوعیت فرش متفاوت شد که اتاق دیگه هیچ فرق نداره، تفاوت به حساب جد نشد. بله کلش میگن یکسان باید شد، یکسان باشه، مثلا روی بخش کنکریتی مدایی کار میشد، روی سرامیک کار میشد، روی کارپت کار میشد، روی کارپت کار میشد. ما نمیتونیم که بروی اول سطح یک کنکریت باشه، بازم در روی یک اتاق مدایی کش کنیم، یک پس رو یک جاگونه درش کار کنیم، در روی یک کارپت کنیم، در روی یک مثلا کارپت کار کنیم. او حالت سمکان نداره، بخاطر اینکه حالت دوش هم تنها چی نمیبینیم، مثلا انتریتی نمیبینیم، انتریر هم در بسیاری حالت کار داره برای انتریور. مثلا سیستم است که یک نفر انتریور دیزاینر است، وقتی که انتریور دیزاینر بود باید فرش داخلی را والا سیدنگ را کل گپایش را باید کنم، اینا را به اون میدهدیم روی یک فرش یا فرش سعیز سعیز گپ شما سعیز ما گرفتم خود میخواستم پانزی بگیم شما پیش از پیش گفتم. خیلی ببینن گپ اینجینر صاحب فهمیدن، منظورش ایست که به حساب فرش به حساب کلن یکسان است، یک سلب داریم، بعد از اون جامعه فرش به حساب فرق میکنن، جامعه فرش هست اون قسمت آخری فرش، یک اتاق پارکت است، اتاق دیگه به حساب چی است؟ مثلا سنگ مرمر است، ولی زیرسازی به حساب فرش یکسان است، کلش چی است؟ کانکریت. اناله این چیزی که به حساب مثال که مداد هم خود درست در اتاق های کمر که به حساب شاید مشکل باشه، ولی کلن حساب کنید اناله ممکنه به حساب فرمایش انجینر سه بگه بخوایم به حساب یکسان باشه با دوسر شما چی میکنید؟ چندین دانه فرش بزنید، یعنی تعداد فرش هایتان زیادتر میشه. چی رقم زیاد؟ یک دانه فرش بسات کلی شما اسکیج میکنید؟ لیر زیاد میشه. آه لیر زیاد میشه، گپ اونو میجاست. اناله اگه به حساب کار شما رو بخوایم انجام بدیم، چرا در این حالت به حساب این کارم انجام دادم که کارش آسان تر است؟ بخاطر که در این حالت من جدا جدا به حساب فرشا رو اسکیچ کردم، زخامت ها رو به حساب چیز گرفتم، در قسمت متریال قسمت های زیرسازیش هم میتونم کلش کانکریت بگیرم، که وقتی که به حساب چیز میگیری کلش کانکریت باشه، فقط قسمت رویش به حساب باندگه چی باشه؟ متفاوت فینیشینگش. اناله وقتی که به حساب بخوایم کاری که شما گفتین انجام بدیم، در اون صورت چی میکنم؟ اول میایم در لیول وارد میشم، دستور فلو رو فعال میکنم، یک دانه فرش کار میکنم، فرش کلی. این فرش چی هست؟ اون فرش کنکریتی هست، درست شد؟ با زخامت یکسان، مواد یکسان، کلا صحیح شد؟ بعد از اینکه اینی فرش رو اسکیچ کردم که فرش کنکریتی هست، دروی از این فرش های جداگانه رو باز اسکیچ میکنم، ولی فرش های جدید رو که باز اسکیچ میکنم فقط چی رو در نظر میگیرم؟ جامعه شو به حساب در نظر میگیرم، یعنی اون فینیشینگش رو در نظر میگیرم که چی شود؟ اینی فرش کلیم کنکریت 12 سانتی، دری از اونمو 3 سانتی باقی مانده که هست، اونمو 3 سانتی یکیش میایم به حساب 3 سانتی فرش به حساب اسکیچ میکنم، جداگانه سنگ مرمر میگیرم، دیگهش 3 سانتی به حساب کار میکنم، مثلا موزاییک میگیرم، دیگهش 3 سانتی کار میکنم مثلا چوب میگیرم یا چیزای دیگه. با اونجا چی میشه؟ یک دونه فرش به تعداد فرشای چی میشه؟ اضافه میشه. ولی این کار دیگه هم که براتون گفتم اگه اون کارو انجام بدین هیچ مشکلی وجود نداره. چرا؟ متریال در دست خودتون است. من نمی فرشی که در اینجا به حساب در نظر گرفتیم وقتی که این انتخاب میکنم که مثلا زخامتش از 15 سانتی، انمی 15 سانتی رو میتونم چی کنم؟ با 15 به حساب لایه جداگانه 1 سانتی 1 سانتی میتونم تقسیمش کنم. صحیح شد؟ اناله وقت تقسیمات باز میتونم اون رو در نظر بگیرم. تقسیمات میکنم 15 سانتی، 3 سانتی رو به حساب میام مثلا موزاییک میگیرم، 12 سانتی دیگه زیرش چی میگیرم؟ کانکریت میگیرم. از فرش کناریشون به عین ترتیب کانکریت میگیرم. با دو صورت وقتی که قد بگیری یا مثلا انتریال بگیری جا اما خود به حساب زیر به حساب فرش یا اساس به حساب فرش کلا چیز یکسان است. چرا متریال یکسان داره؟ فقط چیش فرق کرد؟ قسمت های بالا یا فینیشینگشون به حساب فرق کرد. از هر دو حالت که به حساب استفاده کردن میشه. فقط در این حالت یکم که با جنجال تان زیاد است که یک دونه فرش کار کردی اینال فرش های دیگر که کار میکنی باید موقعیت دیست دقت کنی سرش. چرا؟ اینال ما اینی فرش کار کردیم، فرش دیگر که بخوایم کار کنم بر اتاق باید کار کنم. ایناله در یک اتاق سعیز داخل اتاق بخیر اینه داخل اتاق درست؟ ایناله اینی را که داخل اتاق کار کردیم بیبی موقعیت های از دوتا به حساب یکسان است. باید چی کنه میده؟ بالا پایینش کنه.
اینی را باز انتخاب میکنه، اینی را دیگه با دسته لیول یک نمیگیری، از لیول یک میگی چه قشوه یک مقدار به حساب بلندتر باید قرار بگیره، یا او دیگه به حساب یک مقدار چی شوه پایین تر قرار بگیره. آفرین. نه او خود در سطح لیول باید باشه. همیشه دقت کنیم که وقتی که فرش به حساب موقعیت دیم میشه از سطح لیول باید زخماتش به طرف پایین بیاره. چرا؟ باختر که اساس هم همیست. آفرین. همیشه در اینجا برام قانون رعایت میشه. اگر ما برام دالت الیویشن برام بهتر معلوم میشه. ببینید در الیویشن اگر بیم اینی فرش ما است، زخمه در چقدر که به حساب داشته باشه از سطح لیول به طرف چی است؟ پایین است. چرا؟ به خاطر که بعدا وقتی که من چیزای مثل زینه را کار میکنم، رپ کار میکنم، اون موقعیت مرا از یک لیول تا لیول دیگه میگیره. با ده اونجا اگر تو فرش 12 سانتی بالاتر باشه خب مطمئنا در کل چیز خرابی ایجاد میشه. اولین چیزی که به حساب داش خرابی میشه ایجاد میشه دروازه است. یعنی اگر من به حساب موقعیتش گپ شما 12 سانتی یا 15 سانتی بگیرم، یعنی 150 همون 15 سانتی، خب 15 سانتی اومد بالا، دروازه 15 سانتی فرش چی شد؟ گرد. راه حلش همون چیزی فرش در موقعیت خودش، اینی فرش باید به اندازه 3 سانتی چی کنم پایین تر بیارم. بخاطر چی؟ بخاطر که فرش دیگه 3 سانتی به حساب چی داره؟ جامعه فرش تشکیل بده یا فینیشینگ هم به حساب تشکیل بده. اینه پس چی میگم؟ منفی 3 سانتی، که منفی 3 سانتی پایین بیاره که اینی فرش دیگه چی شود؟ درویش قرار بگیره. اینی فرش در مسطح لیول نه، او در مسطح خودش هست، این دیگه شو آوردم پایین کی 3 سانتی چی شو پایین بیاره. درست شد؟ بازی دیگه فقط بازی کردن با اعداد است، یک کمک مشکل است، ولی اون چیزی که بر شما گفتم اون بسیار آسان است که جدا جدا کار کنید. جدا جداش آسان است دیگه. چرا؟ چون کلش در یک سطح کار میشه، لازم نیست که به حساب جدا جدا باش چی بتی موقعیت بتی. در این موقعیتی ممکن است پیش اشتباه شود، فرش که باید به حساب در 12 باید به حساب منفی 3 سانتی پایین بیاید، اون مثلا یک مقدار دیگه به حساب پایین تر شد، اون بالا شد و پایین شد، بازو غلط میشه. یعنی یک چیزی که به حساب 3 سانتی بالا پایین کنی، اونم یک 3 سانتی 4 سانتی در پروژه به حساب تغییرات میاره. درست شد؟ ولی اون چیزی که براتون گفتم اگه جدا جدا اسکیچ کنین بازی مشکلات نداره. چرا؟ فرش کلش در یک سان است، در یک سطح است، نوعیتش فرق میکنه. اینه بیایی به حساب سرش میگیری موزاییک، زیرش به حساب نرمه 70، زیرش به حساب چی؟ مثلا نارسیسی. دیگهش پارکت هست، زیرش چسب هست، زیرش چی هست؟ آرسیسی. اینه چیز زخامت ها یک سال، فقط قسمت فینیشینگشون چی متفاوت؟ فرش هم زرکار هست جام؟ فرش هم زرکار هست چی؟ آه فرش با یکم گپ داره دیگه، از اون خاطر کلن یک درس میشه دیگه، هنوز هم مانده یک چند قانون هست، کلن امروز هم دستور کلو رو خلاص میکنیم باز خلاص. خب چند تا قانون گفتیم، میریم سراغ قانون بعدی. خب دو تا فکرم زیاد شد، دو تا قانون. خب باعث قانون کلی گفتیم بسته بودن شکل بود، خط سر خط قرار نگیری، دو تا قانون کلی. قانون دیگه به خاطر سوراخ کردنش بود که گفتیم یک شکل بسته در داخل شکل بسته دیگه چی باید؟ اسکیت باید شود، به خاطر سوراخ کردن چی؟ فرش. قانون دیگه یا به حساب گپ دیگه که به حساب در دستور فلور بود، فلور گفتیم یک عنصر متکی به خودش است، به چیز دیگه متکی نیست، ربط به دیواری گپا نداره، کیرام گفتیم تا صحبت کردیم. و مسئله دیگه به حساب سرمی تغییر متریالش بود که گفتیم اگر متریال های مختلف می باشه باید فرشان به صورت جداگانه چی شود؟ اسکیت شود. خب بریم سراغ قانون دیگه. قانون دیگه به حساب در دستور فلور وجود دارد، به خاطر چی است؟ بیگ باد باید باشه. اصل نه؟ نه اصل. نه انشالله بود دیگه پیشتر. باید باشه. دینمی حالت اومده دفعه کلیک کردم. نه سر پازه است نه فعلا، اگر من کلیک کنم باز استاپ میشه. آه درست است. خیلی خب. خب قانون دیگه که به حساب در دستور فلور وجود دارد در کجا استفاده میشه؟ بعض وقتا شما یک زمان از به حساب فرش کار میکنین که در زیر دیوار قرار دارد. مثلا اینی میشه به حساب دیواره ما از لیول یک شروع شده تا لیول دو، وقتی که فرش کار کردم فرش ما اوتومات در زیر دیوار قرار گرفت. یک زمان دیگه است که شما فرش بین منازل به حساب کار میکنیم. مثلا در اینجا فرش بین لیول یک دیوارا رو از لیول یک تا لیول دو کار کردیم. درست شد؟ ما میخوایم چی را کار کنم؟ فرش منزل دو رو به طور مثال کار کنم. میرم در کجا؟ لیول دو قرار میگیرم. در لیول دو وقتی که به حساب فرشتون اسکیچ میکنین، بعد از اینکه اسکیچتون خلاص بشه، خب باختر اسکیچ کردن هم میتونید از درای استفاده کنید یا هم از پیکل آینی دیگه سرش تکرار نمیکنیم. باختر کی گفته؟ خب پیکل آینه فعال میکنم، در روی از این خطا به حساب کلیک میکنم،
که اسکیج ما چی شود؟ یک کمک سریع تر شود. اینی دکم حتی میتونم اینجا اینی خط یک مقدار پیشتر کش کنم که به عنوان چی استفاده شود؟ پیک استفاده شود، درست؟ اینجا برنده نداریم، فرش ختم بسابش کنیم دیگه. خب ببینید در اینی قسمت وقتی که به حساب فرش منزل دوره کار میکنیم در حالتی که به حساب در زیرش چی قرار داره؟ دیوار قرار داره. وقتی که من این فنش میگم برام اینجا یک پیغام میده. پیغامش مربوط چی میشه؟ مربوط به حساب موقعیت دهی به حساب دیوارا کت فرش میشه که با هم دیگه چی شد؟ یک مشکل ایجاد شد. ما وقتی که دیوارا رو کار کردیم اومدیم به حساب موقعیتش تعیین کردیم، گفتیم ببینید دیوارای ما از لول 1 شروع شوه، در لول 2 هم چی شوه؟ ختم شوه. یعنی اینی لول 2 این لول 1 دیوار دقیق اومده از سطح لول 1 خلاص شده، در سطح لول 2 هم چی شده؟ ختم شده. قانون دیگر رو پیشا براتون گفتم، زمانی که شما فرش کار میکنین قسمت بالای فرش منطبق میشه به سطح چی؟ لول، و ضخامتش میای به طرف چی؟ پایین. اعلان در اندازه اون ضخامت فرش ما که 15 سانتی است، 15 سانتی فرش کت دیوار با هم دیگه چی شده؟ در یک موقعیت قرار گرفته، با هم دیگه تچ کرده، پایین نآورده. فعلا اعلان اینمی پیغامی که برای شما داده به خاطر اینمی است که میگه اینمی ارتفاع دیوار ما پایین کنم یا نکنم. اگر شما یس گفتی به این معنی که 15 سانتی یا به اندازه اون ضخامت فرش هر چقدر است، اگر زخم فرشتان 15 سانتی 15 سانتی، اگر 30 سانتی 30 سانتی، اگر 40 سانتی هر چقدر است، به اندازه اون ضخامت میگی از ارتفاع دیوار چیکو کم کن. اگر یس گفتی، اگر نو گفتی به این معنی که اصلا ربط به دیوار نداره، یعنی دیوار اصلا غرض نگی، او در موقعیت خودش و در موقعیت خودش، درست شد؟ الان ببینید اگر ما اینا نو بگویم چی حالت پیش میشه؟ نو میرم در حالت 3D. ببینید اثر از دیوارای منزل پایین در این فرش منزل بالایی چی میشه؟ دیده میشه. یعنی پیس تو پیس کم شد نشده فعلا؟ نه، از فرش تا زیر سیلکشن تو شده. نه فعلا نشده، فعلا نو گفته. نو گفته نو اگه بگم اگه یس بگم باز کم میشه، درست شد؟ باز کم میشه. اینا گپ دیگه می قسمت است. چرا به حساب این قانون قرار دادن؟ بعض وقتا به حساب شما ذره، خب معمولا وقتی که به حساب فرش کار میشه، فرش معمولا در روی دیوار قرار میگیره، یعنی دیوار در زیر فرش میچسبه، درست شد؟ از اون خاطر این قانون قرار دادن که اگر شما به طور مثال دیوارتان تا ارتفاع مثلا لول 2 گرفتی و فرشتان در روی از روی لول 2 قرار میگیره، با اونم ارتفاع خودش اتومات به حساب کم شود. اگر نو گفتی اینی حالت پیش میشه. ببینید دیوارا رو بر شما موقعیت چه نشون میده، اگر برام در قسمت الیویشن بهتر معلوم بشه. اینی دیوارم است، از سطح لول 1 شروع شده، دقیق در سطح لول 2 هم چی شده؟ ختم شده. فرشم از سطح لول 2 به اندازه 15 سانتی پایین. در این موقعیت هر دوش مشترک است. مشترکت در موقعیت خودش قرار گرفته، هیچ سر هم دیگه تاثیر نمانده، درست شد؟ چرا؟ چون از گزینه نو استفاده کردم. اینال اگر من دوباره برم امیر از سر اسکیچ کنم، اسکیچ کردم، وقتی که فنش گفتم این دفعه بجای نو از چی استفاده میکنم؟ از یس استفاده میکنم. وقتی که یس بگویم اینال برون دالت تیلیدی دیگه اثر از دیوارای منزل پایین در این فرش منزل بالای دیده نمیشه. چرا؟ به اندازه اون رو زخامت اون 15 سانتی، اگه فرشتون زخامت داره 15 سانتی از ارتفاع دیوارا چی شده؟ کم شده، آمده به طرف پایین. اینال وقت برون در قسمت الیویشن این دیوار ما، اگه دیوار انتخاب کنم ببینه تا این قسمت است. بیشتر تا کجا بود؟ تا سطح لول. حالا دقیقا آمده در زیر چی وصل شده؟ فرش وصل شده، درست شد؟ اینال این گزینه هم خوبی های خودش داره و هم بدی های خودش داره. خوبیش نمیست که به حساب اونه اگر در جایی که به حساب ضرورت داری خوب است، به حساب خود اوتومات به حساب دیوارا رو تا زیر به حساب فرش چی میکنه؟ ارتفاعش کم میکنه. بدیش چی است؟ بدیش این نیست که اگر شما آمدی به حساب یک دیوار و این عملی هم چی میگن؟ عملی اتچ شدن میگن. به این معنی که این دیوار کت فرش بالای خود چی شده؟ اتچ شده، بهش میگن اتچ، درست شد؟ وصل شده. اناله اینمی عملی اتچ شدن بدیش چی است؟ بدیش ایست که وقتی که یک دیوار کت یک فرش به حساب اتچ میشه، اگر شما دیوارتون انتخاب کنی بری در قسمت المنت پراپرتیز، گفتیم به خاطر چی است؟ به خاطر تعیین موقعیتش است. موقعیت دیوارتون رو تغییر بدین، مثلا بیس دیوارتون لول 1 است، تاپش لول 2، من میگم لول 2 نباشه، لول چند باشه؟ 4 باشه. چرا؟ به طور مثال اینمی دیوار دیوار است که در منزل اول، دوم، سوم، چهارم بعیناً به حساب چی میشه؟ تکرار میشه، شکل مشترک داره. اینال وقتی که عیناً به حساب تکرار میشه، من میگم اونم یک دیوار در منزل اول کار کنیم تا منزل 4 ادامه پیدا کنه. وقتی که اینا اوکی بگم موقعیت دیوار تغییر نمیکنه. دستور اتچ اینمی یکم مثل یک قلف وارست و اینمی خاصیت داره وقتی که یک دیوار کت فرش اتچ میشه دیگه نمیمانه که اونمون دیوار یک میلی بالا بره یا یک میلی چی شوه؟ پایین بره. دقیقا ختم دیوار چی است؟ زیر فرش است. اگر فرش کتش بالا پایین ببری خود دیوارا مرتفاعش کم و زیاد میشه،
اگر پایین بری پایین میای، اگر بالا ببری بالا. بعد اگر سر ارتفاع دیواره تاثیر نداره. یعنی ببینید این دیوار هم ارتفاعش تا لول 4 گرفته، اما تا لول 4 نرفته. چرا؟ بخاطر اینکه قلف شده. کچی قلف شده؟ کته فرش بار سر خود به حساب قلف شده. از اون خاطر درش تغییرات نامده. خب الان چه رقمی رو پس از ایالات میتونیم خارج کنیم؟ به طور مثال اومدی به حساب نمیره، نفهمیدی یس گفتی. یا فهمیده هم این کار انجام دادی. پس اون مثلا من میشه میگم که نمی دیوار من خود مشترک بود، کاش که امیر به حساب یس نمیگفتم. درست؟ الان راه حلش چی است؟ دیوار وقتی که به حساب اتچ شده باشه، بخوای پس از حالت اتچ شدن خارج بسازیش. چی میکنی؟ انتخاب میکنی دیواره، این قسمت بالا بر شما اتچ و دیتچ میره. اتچ یعنی عملی که انجام شده به نام چی است؟ اتچ است. اتچ شده. پس اگه بخوایم از این حالت خارجش کنم چی میکنم؟ دیتچ. دیتچ فعال میکنم و بعد از اون چی انتخاب میکنم؟ فلورا. همون فرش کتش چی شده؟ اتچ شده. این وقتی که انتخاب کنم، قلفش چی میشه؟ باز میشه و دیوار ما دقیقاً اون موقعیت خودش رو میگیره. هر موقعیتی که است. از لیور یک بود تا لیور چند؟ 4. دیوار دیگر اگه دیتچ کنم چی میشه؟ اینا دیتچ دمو ارتفاع خودش قرار میگیره. این دیگه با تا لیول 4 نمیره. چرا؟ چون دیگه تا لیول 2 بود. ولی اثرش باز اینا در این فرش منزل بالا چی میشه؟ معلوم میشه. به این معنی است که تا لیول 2 ادامه پیدا میکنه. درست شد؟ اینا هم به حساب قانون دیگه که به حساب دستور فلور وجود داره. زمانی که فرش بین چی رو کار میکنه؟ منازل کار میکنه. اگر با اون پیغام مواجه شده، سعی کنین اگر تعمیرتون در چند منزل به حساب کار میشه و فرش رو به حساب اسکیچ میکنین، اون پیغام اگر اومد حتما از چی استفاده کنین؟ نویش استفاده کنین. چرا؟ چون باز با منال باز یک خاصیت دیگه داره، در اونجا باز مجبور هستی از روف استفاده کنی. با خاطر اونجا دیگه باز از فلور کس استفاده نمیکنه، از چی استفاده میکنه؟ روف. با در روف دیگه اون پیغام اصلا نمیره. اون با خاطر که روف باز برعکس فلور است. فلور که از زخامتش به حساب از سطح لول به طرف پایین است، روف که از زخامتش از سطح لول به طرف چی است؟ بالا است. اون باز به طرف بالا در نظر گرفته میشه. درست شد؟ خب یا مزی قانون. خب مسئله دیگر هم که براتون گفتم که وقتی که یک دیوار به حساب کت فرش تچ شده باشه، اگر فرش بالا پایین ببریم، مثلا اینجا ببین، اگر فرش ما بالا ببرم، ارتفاع دیوار هم به صورت همزمان کتش چی میشه؟ زیاد شده میره. یعنی هر چقدر که ما فرش ما بالا ببرم، بدون به حساب در نظر گرفتن موقعیت چی؟ موقعیت به حساب دیوارا. ببین موقعیت دیوارا بدون که در نظر گرفته شوه، دیوارا کت اون فرش چی میشه؟ حرکت میکنه. توسط تروکی یا توسط ماوس. ولی تنها فرش بالا بردم، دیوارا رو غرض نگرفتیم. ولی دیوارا چون که فرش قلف شده، اتومات که چی میکنه؟ حرکت میکنه به طرف بالا و به طرف چی؟ پایین. اینا اگه ما بریم پس دوباره اینو چی کنم؟ دیتچ کنم. مثلا این دیوار انتخاب میکنم دیتچ کاتازی. پس دوباره چی میگیرم؟ اما موقعیت خودش رو میگیرم. کلش انتخاب کنم دیتچ بگویم. پس کلش هم موقعیت خدا میگیره. فرش دیگه چی میشه؟ یک چیزی بخی هوایی میشه. و در این مرحله شما میتونید از اتچ هم استفاده کنید. یعنی بعد از اینکه به حساب اومدی، به حساب فرشتون رو اسکیچ کردی، حالا اینجا ما فرش اسکیچ کردیم، از اون پیغام اومده، پیغام نوش استفاده کنیم. ولی پس میگم که چیکار باید دیوارا اتچ شود. میتونید دیوار انتخاب کنین اتچ و بعد از اون فرش. الان دیوار که فرش چی میشه؟ اتچ میشه. این عملی است که پیشا انجام شد. خب یک مسئله دیگه در دستور فلور مان که او را براتون بگیم ان شاء الله دیگه درس ما نمیشه که شرط میشه دیوار چی رفت؟ حالا با دیوار شرط نه 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 برعکسش نمیشه. با خاطر که ما این دستور اتچ که داره دیوار کت فرش به حساب متکی میسازه. فرش کت دیوار نمیشه. برعکسش نیست. در دو حالت بندگه این دوتا وصل میشه، ولی حرکت مربوط چی میشه؟ مربوط دیوار میشه، چون دیوار حرکت میکنه. درست شد؟ خب مسئله دیگه که به حساب در دستور فلور وجود داره، خب دستور فلور رو فعال میکنیم دوباره. خب در اینجا چی داریم؟ دمین اسکیج لاین گفتم براتون دیگه، رفرنس پلان بازی رو سرش مفصل صحبت میکنیم. در خود دستور رفرنس پلان که چی است، با چی درد میخوره دیگه. پیک والا داره. پیک وال چی میکنه؟ یام به خاطر اسکیج کردن فرش است. شما فرش تان هم میتونید توسط لاین اسکیج کنین، هم توسط پیک وال. اگر پیک وال فعال کردی، با سرعت دیوار که کلیک کنی، خودش اتومات یک طرف دیوار چی میکنه؟ اسکیج میکنه. دیوار بعدی دیوار بعدی میتونه سرعت کار به حساب بالا بره. ولی بازی هم نواقص خودش داره. نواقص چی است؟ که متکی به خودتان نیست، متکی به دیوار شده. چرا؟ بعض وقتا مثلا تو میخوای که فرش اینی اتاق کار کنی، خب درست است، سهولت کار ایجاد میکنه. من میخوایم یک فرش کار کنم فقط مربوط اینی اتاق شود. در اینجا اگر ما بیایم از پیکوال استفاده کنم، سر دیوار کلیک کنم، خیلی تا آخر بر من کار میکنه، چون دیوارش تا آخر است. ای دیگه اگر کلیک کنم، ایران تا آخر کار میکنه، چون دیوارش تا آخر دفتر.
اتاق بعدی، اتاق بعدی. الان لینج به حساب شکل معضلات بسته بودن خارج شده وقت فلش بگن دستورم فلش نمیشه. باید دیگه چی کنم؟ قسمت های اضافی شه ترم کنم. خب ترم امروز نمیگم که باز وقت گرفته میشه. بازی باید چی شود؟ ترم شود. درست؟ ای پیک وان. پس به خاطر اسکیچ کردن. در مورد که وسط کلی میخواین اسکیچ کنین میتونه به حساب یک کمک کمکتون کنه. کارتون چی شود؟ سریعتر پیش بره. اینه. فعلا طرف چی را گرفته؟ طرف داخل. اگر بخواین طرف بیرون بگیره باز سریع فلشکایش کلیک میکنین و طرف چی میشه؟ بیرون. باز کل خطا رو بسات همزمان چی میکنه؟ بیرون میسازه. یا کلش رو بسات همزمان به طرف داخل میبره. درست شد؟ یا بخاطر اسکیچ کردن. اگر فلش بگیم باز کارم خلاص هست. اونمو اسکیچ کردن چی هست؟ فرش هست. که از دو طریق انجام میشه. یا از طریق لاین یا از طریق پیک وال. خب مسئله دیگه که به حساب دستور فلور وجود داره سلوپرو. سلوپرو چی میکنه؟ فرش برش میلان میده. بعض وقتا ممکنه به حساب ضرورت پیدا کنید که فرشتون یک مقدار مایل داشته باشه. این مایل از این با رمپ اشتباه نگیرید. ما رمپ برش مشخص دستور داره. خود این فرشتون باید مایل داشته باشه. مثلا چی رو مرتبه بگید؟ مثلا پشت بام است. آبرزه به حساب چی رو میخواین کار کنید؟ بام کار کنید. یک به اندازه مثلا 2% اینا میخواین برای چی بتین مایل بتین. یا بعض وقتا مثلا فرش روی اولی رو کار میکنید مقدار باید چی داشته باشه؟ مایل داشته باشه. از چی استفاده میکنید؟ از سلوپرو. نحوه کارش با چی ترتیب است؟ به این ترتیب است که اول فرشتون را اسکیچ میکنید، یعنی فرشم طبق اون قوانینی که گفته. بعد از اینکه فرش اسکیچ کردی انول سلوپرو رو به حساب فعال میکنی، میایید جهت به حساب مایلان رو تعیین میکنی از کدام طرف به کدام طرف میخوای مایل فرشتون چی داشته باشه؟ مایل داشته باشه. مثلا میگم از این طرف به این طرف مایل داشته باشه، یا از طرف راست به طرف چپ، یا از پایین به طرف بالا، بالا به طرف پایین، یا طرف خواسته باشه. بعد از اینکه جهت مایلان رو تعیین کردین، مرحله بعدی باید چی رو تعیین کنین؟ اندازه مایلان. سه عملیه رو به حساب انجام بدین. مرحله اول ترسیم فرش، مرحله دوم تعیین جهت مایلان، مرحله سوم تعیین مقدار مایلان که چقدر مایل بگیره. به خاطر تعیین مقدار مایلانتان الیمی فلشک که در اینجا داری انتخاب میکنی، میاد قسمت المنت پراپرتیز و بررسی به حساب موقعش تعیین میکنی. فعلا ببینین مقدار مایلانه که به حساب بر انمی فرش داده شده به اندازه چقدر؟ 30 سانتی. یعنی انمی فرش ما از سطح لیول یک که شروع میشه به ارتفاع 30 سانتی چی میگیره؟ مایل میگیره. یعنی قسمت ختم 30 سانتی از سطح لیول چی است؟ بلندتر است. اینال میتونی قیمتش رو تغییر بدی. 30 سانتی نه، 40 سانتی، 50 سانتی، 1 متر، 2 متر، هر چقدر که میخوای مایلان بده و بعد از اوکی. اینال وقتی که اینو فنش بگویم برام دولت تریدی، یعنی فرش اگر نمای مقابلش سیل کنم ببینیم به اندازه 1 متر چی داره؟ مایل داره. درست شد؟ مقدار مایلان هم میتونین به اساس به حساب قیمت تعیین کنین، کار که پیشتر انجام دادم. و هم میتونی فلش انتخاب کنید element properties وارد چه بگی به اندازه یک متر نه، به اساس لیول میخواییم تعیین کنم. به اساس لیول چی رقم؟ اینی قسمتی که گزینه به حساب لیولت تایل و لیولت هید به حساب دوشته شده. اینی جا پیشوریشان فعلا چی است؟ دیفالت است. اینی جا اگر ما بیم ده اینی گوشگاهش کلیک کنم، یک فلشک است، سر از این کلیک کنم لیول ها رو برمه چی میکنه؟ نشان میده. من میگم که انمی فرش ما از لیول یک شروع میشه، در کجا ختم شود؟ لیول دو. ولی این یک متر باید چی بسازم؟ صفر بسازم. اگر صفر نسازم به چی معنیست؟ به این معنیست که انمی فرش ما یک متر بلندتر از لیول یک شروع میشه، دقیقا در لیول دو هم چی میشه؟ ختم میشه. اگر بخواید دقیق از سطح لیول یک شروع شه و بازی رو باید چند بسازی؟ صفر. و بعد از اون اوکی و فنش. این حال بریم دالت تریدی، این از لیول یک شروع شد، در لیول دو هم چی شد؟ رمپ نه، گفتم این به عنوان رمپ نه، بازو رمپ هم بسیار جداگانه میشه که باعث رمپ هم استفاده شود. او به این معنی نیست که به حسابی رو باعث رمپ استفاده نکنی، میتونی استفاده کنی، ولی بر رمپ با مشخص دستور رمپ داره که در اونجا باز رمپ به اساس چی تعیین میکنیم؟ به اساس فیصدی تعیین میکنیم. این به اساس چی بود؟ به اساس قیمت بود. مستقیم برش چی دادم؟ قیمت دادم. درست شد؟ این رقم. خب یک سوال دیگه، چرا فرش بر من این رقمی نشان داد؟ در حال که فرش ما تا کجا اسکیچ کردیم؟ تا این قسمت. وقتی که فلش بگیم چی میشه؟ این رقم میشه. چرا؟ برمیگردیم به تعریف چی؟ به تعریف پلان. پلان چی است؟ مستوی قاطعی است که از ارتفاع مشخص یک منزل چی میکنه؟ عبور میکنه و اون منزل قطع میکنه. مثلا پلان منزل، این منزل اگر در نظر بگیریم، یک مستوی قاطع رو در نظر بگیریم که مثلا از ارتفاع 1 متر 20 سانتی عبور میکنه، صحیح شد؟ قسمت بالا رو بیخی از بین میبره و چیزی که به حساب میمونه چی میشه؟ پلان میشه دیگه. اینان در اینجا این در واقع چی است؟ علوم مستوی قاطع است. اینی فرض کو اینمی فرش ماست که از لول یک تا لول دو کار شد، مستوی قاطع اومد چی کرد؟ اینی رقمی رو برش زد، برش که زد قسمت بالاش از بین رفت، مان نیمش.
نیمش که ماند یک قسمتش به حساب دادید، اینی قسمتی که به شکل زخامت نشان میده چی است؟ زخامتش. اون زخامتش که دقت آمده، دست کشان آمده. درست شد؟ فعلا مواد نداره، مواد چه نشان نمیده دیگه. ایره به این شکل نشان داد که سوال برتون پیدا نشه که چرا فش ایره تا میشد. دیگه در دستور فلور ان شاء الله دیگه چیزی نمونده، باز اگه مونده روز آینده باز صحبت میکنیم سر درست شد؟ هست هست، شما در چیز که بگردین تمام وسایل به حساب هست، وسایل امامی گفار اگر ببینین آشپزخانه و امام اینجا بیاین، اینی وسایل به حساب آشپزخانه کلش به شکل تریدیست، اینی باشه وقتی که رقمی دیدی تریدی بخواب که تریدیست دیگه تودی هم هست، تودیش من هم میفهمم که امیال دقیقا در کدام فولدر هست اگر این وقتا نشانش میدونم بازور خاطر میتونین پیدا کنین، چون این بسیار زیاد هست دیگه فولدرهایش اگر ببینین بسیار تعدادش زیاد هست. درست شد؟ خب